ادامه واکنش‌ها و حملات افراد و گروه‌های مختلف به پزشکیان به خاطر توهین به حاج قاسم سلیمانی و توضیحات جدید پزشکیان. سلام دوستان، به کانال خودتون، کانال حاشیه تیوی خیلی خیلی خوش اومدید. خب توی شب گذشته مناظره اول کاندیداها که بین پزشکیان و جلیلی اتفاق افتاد، توی قسمتی از صحبت‌ها بس به ماجرای کشته شدن شهید سلیمانی و همینطور به صفر رسیدن فروش نفت توسط آمریکا کشیده شد که در پاسخ به سوال مجری که شما در مقابل واکنش های آمریکا که اولا سردار ما شهید سلیمانی رو به شهادت میرسونن و بعد هم تمام تلاششون رو در راستای به صفر رسوندن فروش نفت ما انجام میدن، شما چه اقدامی رو انجام میدید؟ که خب پزشکیان در توضیح این سوال گفتش که آمریکا معلومه که این کار رو با شهید سلیمانی با سردار ما انجام میده، چون شهید سلیمانی توی اون تایم توی عراق موی دماغ آمریکا شده بود. گفتن این لفظ موی دماغ و نسبت دادن اون به شهید سلیمانی باعث شدش که خیلی از کاربران توی فضای مجازی ناراحت بشن و دست به حملاتی علیه پزشکیان بزنن. حتی امروز صبح که جلیلی به استان لرستان رفته بود هم مدعی بودش که تعداد زیادی از مردم اومدن و گلایه کردن که این چه صحبتایی بوده پزشکیان شب گذشته در برنامه مناظره انجام داده، لطفاً بهش تذکر بدید و مجبورش کنید که به خاطر گفتن این لفظ از مردم عذرخواهی بکنه. بریم این قسمت از مناظره دیشب رو که پزشکیان این صحبت‌ها رو در مورد سردار سلیمانی انجام داده بشنویم. در ادامه توضیحات پزشکیان رو هم در مورد اینکه چی شد این صحبت‌ها رو انجام داد رو می‌بینیم، همینطور عذرخواهیش رو به خاطر گفتن اون لفظ می‌شنویم. در شرایطی که آمریکا سردار سلیمانی رو شهید می‌کنه و می‌خواد فروش نفت شما رو به صفر برسونه، چه فضای گفتگو می‌تونه شکل بگیره؟ خب اون که شهید سلیمانی بحثش جداست. آمریکا این کارو می‌کنه به خاطر اون بحثایی که در غزه و نمی‌دونم سوریه و این مسائل که موی دماغ اونا بود آمریکا به شهید سلیمانی. این چه ربطی به اون دعوای قبل از این قضیه داره؟ من حرفم اینه. اما بعد از موج منفی که این صحبت‌ها ایجاد کرده بود، پزشکیان امروز در اولین قسمت مناظره دوم ضمن عذرخواهی از همه مردم که براشون سوء تفاهم ایجاد شده بود و فکر می‌کردن که پزشکیان توهین کرده به سلیمانی، پاسخ دادش که من با سردار سلیمانی دوستی دیرینه‌ای داشتم و همیشه به خاطر رفتار و منشش بهش احترام میذاشتم. سردار سلیمانی همیشه با همه مهربان بود و به خوبی و نیکی باشون رفتار میکرد و براش هم اصلا فرق نمیکرد که فرد مقابل دیندار هست، با حجاب هست، بی حجاب هست، با همه بهترین شکل ممکن رفتار میکرد. رفتاری که امروزه تو خیلی از مدیرای ما کمیاب و نایاب هستش. بریم این قسمت از صحبتهای پزشکیان و عذرخواهی هم که انجام داده رو هم بشنویم. اولا قبل از اینکه وارد این بحث بشم لازمه این رو عرض کنم، دیشب مثل اینکه در بحثایی که شده این تداعی شده که من خدمت سردار بزرگ ملی کشورمون شهید قاسم سلیمانی طوری بحث شده که خدای نکرده ما بی احترامی نسبت به اون بزرگوار داشتیم. بنده ایشون رو یک غرور ملی میدونم، خار چشم دشمنان میدونم و الگویی که جوانان ما اگر بتونن از اون استفاده کنن و راهش رو ادامه بدن، خیلی از مشکلات مملکت رو با اون دیدی که ایشون داشت خواهیم توانست حل کنیم، چه در خارج به عنوان یک قهرمان ظلم ستیز و چه در داخل به عنوان یک یار و یاور همه آن کسانی که ستم دیده بودن. پزشکیان در ادامه صحبتش هم در مورد رویارویی دولت احتمالیش با قضیه برجام و توافق با آمریکا هم گفتش که ما همیشه گفتیم که باید گزینه‌های مختلفی رو توی هر مذاکره‌ای داشته باشیم. من میگم گام یک ما باید این باشه که ببینیم اصلاً با چه کشورهایی می‌خوایم مذاکره بکنیم و تعامل داشته باشیم. بعد از اینکه به نتیجه رسیدیم که می‌خوایم با این کشورها تعامل بکنیم و مذاکره انجام بدیم، همیشه توی مذاکراتمون باید پلن‌های جایگزین هم داشته باشیم.
این که مثل آقای جلیلی بگیم هیچ پلنی نباید داشته باشیم و مذاکره‌ای نباید انجام بگیره کلاً غلط هستش. راه در اومدن از این تحریما و فشارهای اقتصادی که وجود داره فقط مذاکره کردن هست. حالا شما یه بحثی رو مطرح میکنید که اگه ما به تمام تعهداتمون پایبند بودیم ولی یه کشوری مثل آمریکا به تعهداتش کرد دولت من چی کار میکنه؟ قطعا اونجا هم کارشناسا میشینیم و میبینیم بهترین راه جایگزین چه راهی هستش. همیشه ما پلنهای بی و سی هم توی مذاکراتمون لحاظ میکنیم که اگه یه درصد طرف مذاکره به تعهداتش عمل نکرد پلن دوم و سوم ما چه چیزی خواهد بود؟ بریم این قسمت ها هم از صحبت های پزشکیان در مورد برجام و تحریم ها بشنویم. از به اصطلاح بحثایی که وجود داره که تو اون قانون وجود داره اینه که ما باید آمریکا تمام تعهداتش رو انجام بده تا ما دوباره برگردیم. این یکی از مشکلاتی است که ما باید با مجلس، با شورای امنیت و با سیاستگزاران مملکت بشینیم و صحبت کنیم راه حل برون رفت از این قضیه با این پیشنهادی که هست چگونه میتونیم حلش بکنیم. طبیعتا با کمیسیون امنیت در مجلس صحبت خواهیم کرد، سیاست خارجی حتما با شورای امنیت صحبت خواهیم کرد و به یک زبان و نگاه مشترک باید در این مورد برسیم تا ببینیم آیا با این روند خواهیم توانست به اون اهداف برسیم یا خیر. شما معتقدی اگر آمریکایی‌ها به تعهداتشون عمل نکردن نه. با این وجود باز ما به تعهداتمون عمل نکردیم؟ نه اصلا اینجوری نی. این که تعهدات عمل نکنن ما به تعهدات عمل کنیم نی. من دیروزم خدمت شما عرض کردم ما وقتی که وارد گفتگو میشیم اصولا اگر با یک گزینه فقط وارد بشیم این گزینه اگر قبول نکنن دیگه خود به خود قطع میشه. آیا ما در کشور تصمیم بر این داریم فقط با یک گزینه وارد گفتگو بشیم یا گزینه‌های مختلفی در دست داشته باشیم که بخوایم حرفمون رو و اون عزت و حکمت و مصلحتی رو که مقام معظم رهبری اشاره فرمودن رو در اختیار داشته باشیم تا بتونیم اجرا کنیم؟ همیشه یک گزینه ممکنه منجر به شکست بشه. حاکمیتی، مدیریتی، سیاستی میتونه موفق باشه که گزینه‌های مختلف برای حل مشکل در اختیار. خب دوستان حتما نظراتتون رو راجع به صحبت‌های پزشکیان برامون تو بخش کامنت‌ها بنویسید. به نظرتون آیا صحبت‌هایی که در مناظره دیشب انجام داده بود توهین‌آمیز بود و لفظی که به قاسم سلیمانی نسبت داده بودش آیا لفظ زشتی بوده؟ حتما نظراتتون رو برام تو بخش کامنت‌ها بنویسید. بهمون بگید که صحبت‌های پزشکیان در مورد برجام قانع کننده بود و آیا برنامه‌ای برای این قضیه داره یا نه. ممنون از همراهیتون با این ویدیو. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب به کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.